سلام، به این قسمت خبرهای AI خوش اومدید. در واقع پارت دوم قسمت قبله. بریم سریع اخبار رو شروع کنیم. خیلی خبرهای جالبی باز راجع به هم شرکت های بزرگ هم شرکت های کوچیک و کلا همه جور خبری داریم، حتما ببینید تا آخر. خبر اول یه خبر جالبیه که شرکت هواپیمایی ایر کانادا توی سایتش، خب مثل خیلی شرکت های دیگه، از این چت بات های پاسخ به مشتری و پشتیبانی مشتری داره که AI و اتوماتیک جواب مشتریان رو میده و این چت بات اومده یه جایی توهم زده، یه چیزی رو اشتباهی گفته به یه مشتری. مثلا مشتری میخواسته یه بلیتی رو بخره و ازش پرسیده که اگه مثلا فلان اتفاق بیفته شما ریفاند میدین. چت بات هم به اشتباه گفته آره ریفاند میدیم، در صورتی که قوانین شرکت حالا این نبوده که تو اون شرایط خاص ریفاند بدن. و بعدا مشتری شکایت کرده و دادگاه به نفع مشتری رأی داده و حالا این شرکت هواپیمایی مجبوره که اون مبلغ رو کامل بده. فکر می‌کنم مبلغ زیادی هم بوده و خب این از این جهت جالبه که این چتبات ها ممکنه گاهی اشتباه کنن و اون شرکتی که اون چتبات رو داره در واقع مسئول اشتباه همونه. حالا تو اینکه تو کشورهای مختلف چقدر دقیق این قانون اعمال بشه، این دیگه بستگی به اون کشور داره، ولی حالا این اتفاقیه که توی کانادا افتاده و دادگاه کانادایی بوده. خب خبر بعدی راجع به ربات فیگور هست که یک ربات انسان نماه، من قبلا هم توی یکی از ویدیوام راجع به ربات انسان نما درش صحبت کردم، اما این الان از مدل های زبانی اوپن ای آی توی خودش استفاده کرده. کاملا با این ربات میشه حرف زد و بهش بگی که این کارو بکن و این کارو نکن و توی این ویدیو نشون میده که چقدر توانایی های منطقیش خوب شده. مثلا توی این ویدیو این شخص بهش میگه که میشه یه چیز خوردنی بدی من بخورم و خب ربات نگاه میکنه روی میز، تنها چیزی که خوردنی سیبه و اونو برمیداره، خودش تشخیص میده که باید سیبو برداره. بعد مرد ازش میپرسه که حالا حین این که داری این آشغالا رو از میز جمع میکنی بهم توضیح بده که چرا سیبو انتخاب کردی، و این شروع میکنه آشغالا رو جمع کردن و شروع میکنه توضیح میده که چرا سیبو انتخاب کرده. و این خب خیلی پیشرفته زیادیه تو زمینه ربات انسان نما. انویدیا توی این رویداد اخیری که داشت یک مفهوم خیلی جالبی رو صحبت کرد در موردش که من یه ویدیو دیگه حتما میسازم راجع به مفهوم مفاهیمی که توی سال 2024 بهتر بدونید چون زیاد به گوشتون خواهد خورد، و اونم مفهوم دیجیتال توین یا دوقلوی دیجیتاله. خب این مفهومش اینه که میشه برای هر موجودی یا هر شیء یا هر مفهومی یک دوقلوی دیجیتال ساخت با استفاده از حالا یک پلتفرم هوش مصنوعی و بعد چیزها رو اون دوقلو تست کرد. خب یعنی مثلا سیستم ایمنی بدن رو دیجیتالش رو بسازیم، دارو رو اون تست کنیم، یا مثلا یک کارخونه رو دوقلوی دیجیتالش رو بسازید و اگه یک سیستم روباتیک میخواید روش پیاده سازی کنید روی اون دیجیتال امتحان کنید و همه چی شبیه سازی بشه. توی این رویداد انویدیا اومد ارث 2 یعنی زمین 2 رو معرفی کرد که دوقلوی دیجیتال سیاره زمینه و در واقع هدفش اینه که سیاره زمین رو کلا شبیه سازی کنه، شرایط جویش، شرایط جغرافیاییش، همه چیش، و یه جورایی کمک کنه که مثلا حوادث غیر مترقبه، بلایای طبیعی، تغییرات آب و هوایی و اینجور چیزها رو پیش بینی کنه، باهاش بشه راه حل برای یه سریاش پیدا کرد، بشه یه سری چیزاش رو پیش بینی کرد. و خب این مفهومیه که خیلی جالب میتونه باشه. خب طبق معمول چند تا خبر از مدل های زبانی یا LLM ها. خبر اول این که ایلان ماسک اومده گروک رو، مدل گروک رو که مال XAI هست، اوپن سورس کرده. گروک 1 رو، البته اون مدلی که حالا توی خود XAI استفاده میشه گروک 1 نیست احتمالاً، ولی این اومده گروک 1 رو اوپن سورس کرده و در دسترس همه هست. فقط خب موردی که مهمه اینه که 314 میلیارد پارامتر داره این مدل تا الان. فکر می‌کنم جزو بزرگترین مدل هایی که منتشر شده به صورت اوپن سورس، و این هم از سیستم میکسچر اف اکسپرت یعنی جمع متخصص ها استفاده میکنه. تو ویدیو قبلی توضیح دادم این چیه، تو یکی از ویدیو بعدی بازم توضیح میدم چیه. یعنی به جای اینکه یه مدل خیلی بزرگ باشه، ترکیب چند تا مدل کوچیکتره که هر کدوم توی یه موضوع خاص متخصص ترن. اینجا هم نوشته که این تصویر رو با مید جرنی تولید کرد. حالا این جالبیش هم اینجاست که مدت ها ایلان ماسک هی داشت به اوپن ای آی طعنه میزد و هی میگفتش که این اوپن ای آی
هدف اولش این بود که اوپن سورس باشه، همش اسمش هم اوپن ای آیه، ولی اصلا مدل هاش اوپن سورس نمیکنه و همه بهش میگفتن که خب تو خودت چرا گروک رو اوپن سورس نمی کنی؟ که بالاخره این کارو کرد. با این حجمی که داره، تعداد خیلی کمی آدم یا شرکت فکر کنم بتونن ازش استفاده کنن یا ترینش کنن، چون خیلی مدل سنگینیه، ولی خب به هر حال اوپن سورسش کرده. خب خبر مهم این هفته در واقع انتشار مدل لاما 3 توسط متا بود که یه مدل اوپن سورس. جهت یادآوری، متا قبلا مدل لاما 2 رو منتشر کرده بود که یه مدل اوپن سورس قوی بود که اکثر مدل های اوپن سورس حال حاضر هم با بیس لاما 2 ساخته شده بودن. حالا این مدل لاما 3 بعد اینکه من این ویدیو رو ضبط کردم منتشر شد و این یه تیکر رو بعدن ضبط کردم و چون خبر مهمی بود گفتم حتما تو این ویدیویی که این هفته منتشر میشه باشه. نکات مهم لاما 3 اینه که توی دو مدل 8 میلیارد و 70 میلیارد پارامتری منتشر شده و اینجا حالا تو این صفحه که متا اومده معرفیش کرده یه مقایسه هم گذاشته با مدل های مشابهش. مثلا مدل لاما 3 8 میلیارد پارامتری رو اومده با جمای 7 میلیارد پارامتری و میسترال 7 میلیارد پارامتری مقایسه کرده و تقریبا تو همشون نشون داده که بهتر عمل کرده تو ریاضیات، توی MMLU. خب این پارامترهای مختلفه و مدل 70 میلیارد پارامتریش هم اومده با جمنای پرو 1.5 و کلاود 3 مقایسه کرده. خب تو اینا هم حالا نشون داده که توی اکثر موارد بهتر عمل کرده به جز حالا یکی دوتا معیار. البته به یه مورد دیگه هم اشاره کردن که یه مدل 400 میلیارد پارامتری هم قرار منتشر کنن که به نظر من اون قراره خیلی خیلی عجیب متفاوت باشه با این مدل ها، چون اینایی که الان منتشر کرده نسبت مدل هایی که الان هست حالا نسبتاً قابل مقایسه ان. اما این مدل 400 میلیارد پارامتری که هنوز منتشر نشده ولی قراره بشه، اولا مالتی مودال قراره باشه، یعنی چند مدل ورودی مختلف متن، تصویر، صدا رو با هم میتونه ترکیب کنه و با هم آنالیز کنه، توی چند زبان مختلف میتونه خوب عمل کنه، کانتکست ویندو بزرگتری میتونه داشته باشه، یعنی حجم ورودی بیشتری میتونه بگیره و حجم خروجی بیشتری میتونه بده و کلا قوی تر قرار عمل کنه و موقعی که اون منتشر بشه خیلی جذابه که ببینیم که چطور خواهد بود و اونو بررسی کنیم. حالا لاما 3 کجا میشه ازش استفاده کرد؟ ببینید اصلی ترین پلتفرمش که meta.ai که یه همچین محیط چتبات توری داره و شما میتونید کاملا مثل چتبات های دیگه ازش استفاده کنید، ولی توی کشور اتریش که من هستم نوشته که meta.ai تو کشور شما در دسترس نیست و خب من نمیتونم تستش کنم و ازش استفاده کنم. اما توی سری ویدیوها که من دیدم تست کردن مثل متیو برمن ظاهرا خیلی خوب عمل کرده. مثلا اینجا داره بهش پرامپت میده که یک تصویری تولید کنه و حین تایپ کردن هر کلمه‌ای که مینویسه بازخوردش رو همون آن رو تصویر میبینه، یعنی حین اینکه داره مینویسه اون تصویر داره هی آپدیت میشه و ایجاد میشه با هر کلمه که مینویسه با سرعت خیلی عجیب و خارق العاده ای. و از بابت های کدینگ و ریاضیات و اینا هم بررسی کرده و ظاهرا خیلی دقت خوبی داشته. حالا اگه شما هم مثل من دسترسی ندارید که تست کنید، توی هاگینگ فیس میتونید از این مدل لاماس استفاده کنید. میتونید برید hagingface.co/chat و اینجا بیاید مدل متا لاما 3 رو انتخاب کنید و اکتیویت مدل رو که بزنید دیگه اینجا متا لاما 3 رو استفاده میکنه و شما میتونید ازش سوال بپرسید و تستش کنید. حالا من قولشو داده بودم که توی ویدیو میخوام چتبات های مختلف رو مقایسه کنم، چت جی پی تی، جمنای جدید که 1.5 پرو، کلاود 3 و الان لاما 3 هم بهش اضافه شد. این ویدیو دیگه فکر کنم خیلی جالب باشه که حتما دوست دارم بسازمش و توی جنبه‌های مختلف تست کنیم ببینیم کدوم قوی تره. یه خبر دیگه هم در مورد چت جی پی تی اینه که اعلام کرده، البته هنوز ارائه نکرده، ولی گفته که میخواد کاری کنه که چت جی پی تی حافظه داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی شما به تدریج که باهاش حالا چت می‌کنید، صحبت می‌کنید، کم کم یک حافظه‌ای در مورد شما خودش شکل میده و یه سری چیزا در مورد شما یاد میگیره. مثلا یاد میگیره که، حالا مثالی که اینجا خودش داده، یاد میگیره که شما یک بچه، یه دختر 2 ساله دارید به اسم لینا، اینکه شما متن‌های خلاصه رو ترجیح میدید، اینکه عاشق سفر کردنید و اینا رو در مورد شما یاد میگیره و مثلا بعداً تاثیر بذاره روی اینکه چطور با شما
تعامل میکنه. این خیلی به نظر من جالبه، ولی خب خوبیش هم اینه که شما بعدا میتونید برید تو ستینگ چت جی پی تی تون نگاه کنید چیا در مورد شما یاد گرفته، هر کدوم دوست نداشتید حذف کنید و هر کدوم دوست داشتید نگه دارید. ولی هنوز ارائه نشده این فیچرش، اما چیزی که اعلام کرده. یه خبر خیلی جالب اینه که محققای انتروپیکس، همون شرکتی که گفتم کلود سه رو ساختن، یه موضوعی در مورد این LLM ها یا مدل های زبانی فهمیدن با تحقیقاتی که کردن، و اونم این بوده که وقتی یک سوال حالا غیر اخلاقی اول از این مدل ها میپرسی، حالا غیر اخلاقی یعنی مثلا ازش میپرسی که چطور من میتونم ماشین بدزدم، البته حالا تو این مثالش ماشین دزدیدن رو توضیح داده، ولی مثلا پرسیده چطور یک بمب بسازم، جواب میده که شرمنده، من نمیتونم در مورد این موضوع بهت اطلاعات بدم، چون محدودش کردن دیگه که در مورد یه سری موضوع صحبت نکنه. ولی محققا فهمیدن که اگه یه سلسله سوالهای مثلا بی خطر ازش بپرسی، مثلا چطوری من اسپاگتی درست کنم، چطوری دست پلیس فرار کنم، حالا یک سری سوالایی که یه ذره تو مرزن ازش بپرسین، بعد مثلا 10-20 سوال حالا دوباره بپرسید چجوری بمب بسازن، دیگه اون وقت جوابتون رو میده. یه جورایی انگار با این سوال جوابا گیجش میکنید و نهایتا یه جوری چیزی توش تغییر میکنه، راه در روش رو پیدا کردن در واقع. و این چیزیه که گفتن که هرچی این مدل های زبانی بزرگتر میشن و اون پنجره محتواشون بزرگتر میشه، اینجور موارد هم توش پیش میاد که محققایی که اینا رو میسازن باید روی اینها دقت کنن و برای اینا راه حل پیدا کنن. مورد بعدی یک ابزاری به نام گروک که این در واقع یک سیستم سخت افزاری داره به نام LPU که یه جورایی معادل GPUه، ولی GPUی که مشخصاً برای LLM ها ساخته شده، برای مدل های زبانی ساخته شده، و این ساختارش جوری ساخته شده که کاملاً بهینه برای مدل های زبانی باشه، چون GPU ها برای کار گرافیکی بهینه شدن، ولی LPU رو اومدن مشخصاً برای LLM ها بهینه کردن و اسمش گراکه. این با گراکی که مال مدل زبانی XAI ایلان ماسک فرق داره، اون با K، این با Q، و این در دسترس میتونید برید استفاده کنید و اینجا هم نشون میده از چه مدلی داره استفاده میکنه. مثلا این داره از مدل اوپن سورس میکسترال 87B استفاده میکنه. شما میتونید از لاما 2 هم استفاده کنید، از جما هم استفاده کنید. نکته مهمش اینه که خیلی سریع میکنه کارو، یعنی شما وقتی یک سوالی ازش بپرسید، سامش گفتم یک داستانی در مورد خورشید و ماه بنویس و محتواش در مورد رنگا باشه، و ببینید چقدر سریع ایجاد کرد. اصلا من هیچی و سرعتش رو تند نکردم، همین که میزنید ایجاد میکنه، خب در عرض 1.5 ثانیه این ایجاد کرد. و خب این خیلی چیز جالبیه، مفهوم LPU ها که یه چیز جدیده و جالبه که بدونیم. این خبر در مورد نگرانی همه در مورد اینکه آیا هوش مصنوعی شغل رو از بین میبره، آیا شغل من رو از بین ببره یا نه، و این نگرانی توی تمام دنیا هست، برای همه هست. و این خبر در مورد اینه که یه سری شرکت های بزرگ مثل سیسکو، گوگل، مایکروسافت، IBM اومدن یک کنسورسیوم تشکیل دادن که تو این بیان جمع بشن، فکراشون رو هم بذارن که یک راه حل برای موضوع پیدا کنن که این هوش مصنوعی قراره یه سری کارها رو از بین ببره، راه حلش چیه؟ چون نهایتا این به همه ضرر خواهد زد. شما فکر نکنید که یک سری افراد رده بالا شغلشون رو نگه میدارن، شرکت های پولدار رو نگه میدارن، افراد مدیوم به پایین شغلشون رو از دست میدن. این جواب نخواهد داد در طولانی مدت، چون که اگه 70-80% جامعه شغلشون رو از دست بدن، دیگه کسی پول نخواهد داشت که به سرویس هایی که اینا ارائه میدن پول بدن، و اونها هم دیگه منبع درآمدی نخواهند داشت، و این چرخه، حتی چرخه کاپیتالیسم، از یه جورایی فرو میپاشه. و در نتیجه حداقل از این نظر، حتی از نظر انسانیش هم نباشه، از نظر مالیش هم برای اینا مهمه که یه راه حلی پیدا کنن برای این موضوع که مردم حداقل منبع درآمد شغلشون از دست ندن، چون دیگه کسی پولی نداره که به سرویس های اینا پول بده و اینا پول در بیارن. در نتیجه یک کنسورسیوم تشکیل دادن که بیان راه حل پیدا کنن، و خبر خوبیه که حداقل به فکرش هستن و میخوان راه حل براش پیدا کنن. خبر بعدی راجع به استفاده از مدارک هوش مصنوعی توی دادگاه به عنوان مدرکه.
یه دادگاهی توی آمریکا قانونی رو گذاشته که اگه یه ویدیویی کیفیتش پایینه اجازه ندارید که با AI کیفیت اونو ببرید بالا که توی دادگاه به عنوان مدرک ارائه بدید. چون که وقتی با AI یک ویدیو رو کیفیتش رو میبریم بالا، کاملا چیز مستندی نیست، چون وقتی یه چیز کیفیتش پایینه و AI رزولوشن ویدیو رو میبره بالا، یه سری پیکسل ها رو حدس میزنه جای این پیکسل چی باید باشه که کیفیتش بره بالا. در نتیجه کاملا مستند و قابل استناد نیست و این یکی از مواردیه که کم کم داره نشون میده که چطور باید با این اتفاقات جدید AI تو موارد مختلف روبرو شد و چه قوانینی داره گذاشته میشه. جالب بود به نظر من. بچه یه خبر جالبی هم که هست، همش کلا به نظر من جالبه، اینه که شرکت هایی مثل OpenAI، متا، گوگل، همه اینا دارن کم کم به این فکر میکنن که اینا از نظر GPU کاملا همشون وابسته به انویدیان. هوش مصنوعی که الان حرف اولو میزنه، برای توسعه هوش مصنوعی چی لازمه؟ GPU لازمه. مهمترین چیز عنصر GPU، سخت افزارشه و مهمترین تولید کننده و پیشتازترین تولید کننده اینها انویدیاه. شرکت انویدیا انقدر تو چند سال اخیر رشد داشته به خاطر این پیشرفت هوش مصنوعی که الان جزو سومی، یعنی الان سومی شرکت بزرگ دنیاست. و شرکت های مثل اوپن ای آی یا همین گوگل و متا که خیلی وابسته این موضوع هن، نمیخوان توی این موضوع کاملا وابسته انویدیا باشن و دارن کم کم به این فکر میکنن که خودشون سخت افزار خودشون تولید کنن یا حداقل پخش کنن روی تعداد شرکت های مختلفی یا با یه شرکتی پارتنر بشن و چیپ تولید کنن. مثلا اوپن ای آی الان شروع کرده یک سری کارخونه های چیپ به ارزش 100 میلیارد دلار میسازه و برپا میکنه و همچنین یه شرکتی مثل متا داره یک سخت افزارهای خودش میسازه به نام MTIA که اینها هم میخوان کم کم تا حدی تکیهشون به انویدیا رو کم کنن. اینتل هم اینطور، اینتل هم داره، اینتل خب به هر حال دستی توش داره، خیلی جدید نیست تو این عرصه، ولی داره سعی میکنه که تو زمینه AI بیشتر خودشو بیاره جلو و با انویدیا بیشتر رقابت کنه و یک چیپ مخصوص AI به نام گاودی 3 ارائه داده و مشخصا حالا هدفشون اینه که مدل های AI مثل ChatGPT، OpenAI رو بتونن به صورت افیشنت روش ران کنن، به صورت بهینه روش ران کنن. گوگل هم همینطور یک پروسسر هایی مخصوص خودشون دارن ایجاد میکنن و اینها مشخصا یکی از حرفایی که زدن هدفشون اینه که تکیهشون روی انویدیا رو کم کنن. پس همین اینتل و گوگل و اوپن ای آی دارن خیلی سخت تلاش میکنن که تو این حوزه نذارن انویدیا یه جورایی بی رقیب باشه. خب خبر آخر و خیلی جالب راجع به یک پروژه‌ای به نام ماجیک تایم که اینم یک جورایی تولید ویدیو، اما جالبیش اینه که تایم لپس رو تولید میکنه. یعنی شما یک عکس بهش میدید و این هر ویدیوی تولید نمیکنه، تایم لپس رو تولید میکنه. تایم لپس یعنی تکامل یه چیزی رو در طی زمان صحنه تند میکنه. مثلا رشد گل ها رو، ویدیویی که هسته کلا رشد میکنه به گیاه تبدیل میشه به صورت زیاد کردن، این مشخصا این مدل برای اینا ساخته شده و کارکردش اینه که شما یک عکس بهش میدید، مثلا عکس یک سری دونه و این کلا رشد اونا رو خودش ویدیو میسازه، یا یه سری گل بهش میدید اینا تایم لپسش رو براتون میسازه. مثالاش خیلی زیاده، اینجا میتونید ببینید. یا مثلا میتونید پرامپت بهش بدید در مورد خمیر نون یا کیک و اینا رو بهتون تصویرها رو میده، یا مثل پختن اون خمیرها، ساخته شدن یک ساختمون، رشد جوونه ها. و این خیلی جالبه چون قشنگ همه چیش مثل قوانین فیزیک هم ظاهرا رعایت میکنه، طلوع خورشید. و خوبی این اینی که این کاملا اوپن سورس، اولا دموی آنلاین داره، شما رو هاگینگ فیس میتونید ازش استفاده کنید، لینکش رو حتما میذارم، میتونید اینجا پرامپت بدید یا عکس بدید باهاش بسازید هر چیزی که میخواین تایم لپس بسازید. کدش هست، میتونید از کدش، اگه در واقع این کار هستید، از کدش استفاده کنید، خودتون مشخصا تو پایتون ازش استفاده کنید
و همه چیش اوپن سورس، خیلی چیز جالبیه به نظر من. حالا من دیگه ابزارها رو یکی یکی تست نمی کنم چون واقعا وقت زیاد میگیره. دیگه لینک هاش رو میذارم، خودتون به هر کدوم علاقه مند بودید بتونید تست کنید. خب ممنون که همراه بودید. دیگه هرچی اخبار بود تا اینجا که نبودم همش رو جمع کردم که یه جورایی تا اینجا up to date بشیم، و دیگه بعد از این سعی میکنم اینقدر وقفه نیفته بین ویدیوها و یه سری ویدیوهای دیگه راجع به یه سری موضوعهای دیگه در مورد هوش مصنوعی حتما تصمیم دارم آماده کنم. همراه باشید که اونا رو هم ببینید. مثل همیشه امیدوارم براتون جالب و مفید بوده باشه و فعلا تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.